برنامه سرتاسری جهاد علیه فساد اداری. تقاضا دارم که مردم مسلمان ما را برای چنین جهاد سرنوشت ساز بسیج کنند. خواسته جنرال دوستم از سازمان ملل. چرا این پاکستان دیره نمیگه که این حافظ حقوق و بشر بلیست زیای وقت و آمادگی ها برای برگزاری نشست ریکا در کابل. سلام، بر شبتان بخیر. امروز سه‌شنبه دهم سنبله 1394 خورشیدی است که برابر می شود با اول سپتامبر 2015 میلادی. با سرویس خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. با منظور مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیاز به یک جهاد سراسری است و علما باید برای این جهاد مردم را بسیج بسازند. رئیس جمهور غنی با ابراز این مطلب میگوید دادن رشوه میان مردم به یک امر عادی مبدل شده و افغانستان بابت فساد اداری سالانه میلیون ها دلار باج میدهد. وی تاکید میکند که مردم و علما فاسد نیستند، بل عده محدود از کارمندان دولت این بدنامی را نصیب افغانستان کردند. حمید صدیقی با شرح بیشتر. رئیس جمهور غنی در یک گردهمایی علما که برای مبارزه با فساد اداری تشکیل شده بود تاکید کرد که افغانستان برای مبارزه با این پدیده نیاز به جهاد سراسری دارد و از علما خواست تا برای این جهاد مردم افغانستان را بسیج سازند. مبارزه با این پدیده شوم ضرورت به جهاد سرتاسری ملی برای محو فساد داریم. در اینجا لازم است که از علمای کرام صمیمانه تشکر کنم که متوجه این موضوع مهم شده و بناهن به نقش مهم ایشان تقاضا دارم که مردم مسلمان ما را برای چنین جهاد سرنوشت ساز بسیج کنند. به گفته وی کشوری که 10% ماموران آن کار کنند و 90% دیگر آن به فساد آلوده باشند پیشرفت نخواهد کرد. یو محدود اده چارواک دی او یو محدود اده قاچاق بران دی چه ده دی ولس شورت خطر تا چون. اولس دا باید و نمانی اوز د فساد بنیادی ستون زداده چه اولس خیلکهی چه دا طبیعی. اما رئیس جمهور میگوید حکومت مبارزه جدی با این پدیده را آغاز کرده. خود فساد دا مقرره دولت بود تا نباشد چیزه که مردم نگویند چیزها. اما اون که میراث 40 ساله را که گرفتیم باید در و اقدام اولی است که خود مامورین عالی رتبه در کابینه در دوائر مستقل در قضا با فساد گرفتار نباشد. رئیس جمهور غنی مسئله پرونده کابل بانک را بهترین نمونه حکومت برای مبارزه با فساد عنوان می کند. تمام دوسیه‌شان تکمیل شده، امروز در حال گرفتن پول هستیم از بشون. به این صورت سیستمای بحرانای بانکی ممالک دیگر را ببینین کس عمل نکنه. انشالله باید ثابت شده باشه که اراده قوی داریم که در قسمت ایتو تخلفات و در روی ملت خندیدن کس به طرف نمیمان. رئیس جمهور می افزاید که بسیاری از قراردادی ها مسلکی نیستند و قراردادها تا دست پنجم معامله می شود که به همین منظور کمیته تدارکات ایجاد شده و این کمیته تا حال نزدیک به 9 میلیارد افغانی در قراردادها صرفه جویی کرده است. رئیس جمهور غنی میگوید مردم افغانستان از طریق عاید معادن می توانند 400 سال زندگیشون را ادامه دهند. با گفته یه رئیس جمهور تمام قراردادهای معادن غیر شفاف و به گونه پراگنده صورت گرفته و اکنون بررسی این قراردادها آغاز شده است. رئیس جمهور غنی همچنان می افزاید که 65% خانه های کابل سند قانونی این ندارند و تا چند هفته آینده این خانه ها از طریق شرعی صاحب سند خواهند شد. باز هم حمید صدیقی با شرح بیشتر. به گفته رئیس جمهور مسئله معادن، غصب زمین، عدم استفاده از تولیدات داخلی و مواد مخدر در حال حاضر چالش های جدی هستند. به گفته وی معادن افغانستان اساسی ترین سرمایه کشور است
و مردم افغانستان می توانند از طریق آیدان 400 سال زندگی کنند. وی می افزاید که قراردادها در معادن کشور به گونه پراگنده و غیر شفاف صورت گرفته است. رئیس جمهور تاکید دارد که جلو کارهای غیر قانونی در معادن نیز گرفته می شود. وزیر معدن ما بررسی سرتاسری تمام قراردادها را کوچک و بزرگ روی دست گرفتن. انشالله و تعالی از رای معادن افغانستان 400 سال زندگی خواهد. رئیس جمهور همچنان می افزاید که 65% از خانه‌های کابل سند قانونی ندارند و تا چند هفته دیگر روند توزیع اسناد قانونی به این خانه‌ها آغاز می شود و می گوید تا چند سال دیگر مسئله غصب زمین را ختم می کند. 15% از کابل کورونه نن سند نداریم. در چند هفته آینده اقدامات اساسی را که ما برتان وعده کرده بودم که جایداد طریق شرعی ساختنش شروع میکنیم، آغاز میکنیم. رئیس جمهور همچنان میافزاید که عدم تولید و استفاده از تولیدات داخلی باعث عقب‌مانی میشود و در چند ماه آینده حکومت کمپاین استفاده از تولیدات داخلی را آغاز میکند. مرغ تولید کرده نمیتونیم. یکی از ممالک هم جوار ما میفهمین چی میکنه؟ 15 در سوار یو چرک پیچکاری کهی تزر غرسی دل تتراسی اغا زهر ده. ای دروازه باز که هر چیزی به کیفیت در این مملکت باید بیاید باید زیر کنترل گرفته شد. رئیس جمهور از تحکیم گمرکات برای جلوگیری از اموال قاچاق نیز سخن می گوید. عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور پس از بازگشت عملیات در شماره از ولایت های شمال ISI پاکستان را دشمن آشکار مردم افغانستان خواند و ISI را متهم کرد که در افزایش جنگ و کشتار رهبران و مردم افغانستان دست دارد. معاون نخست رئیس جمهور از ملل متحد و شورای امنیت خواست تا پاکستان را به خاطر نقض حقوق بشری شامل لیست سیاه سازد. عبدالعزیز کریمی گزارش می دهد. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پس از مبارزه در برابر داعش، طالبان و جنگجویان چیچینی، ازبکستانی و پاکستانی در شمار از ولایت‌های شمال وارد کابل شد. آقای دوستم کشاندن جنگ به شمال را یکی از برنامه‌های ISI پاکستان خوانده گفت همواره در برابر داعش و ISI می‌جنگند. ما گفتیم ما با داعش می‌جنگیم. ما با پاکستانی‌ها می‌جنگیم. ما با ISI می‌جنگیم. غیر هوایی نمیگم. این نامردا میاید در سر خواب بر سر تپلاق بیچارا بیگناه حمله میکنه. ما ام مراکز ام داعش پاکستانی ها در کجاست میپام حمله میکنیم. آقای دوستم پاکستان را متهم به افزایش ناامنی و کشتار رهبران و مردم افغانستان میداند. ما معاون اول شد دشمن همه ما همه پاکستان ISI است. چرا ای پاکستان ایره نمیگه که ناقض حقوق بشر به لیست سیاه و به ناقض حقوق بشر بین المللی ایره چرا فشار نمیاره؟ آقای دوستم میگوید که پاکستان همواره در امور افغانستان مداخله کرده و نباید حرفهای عوام فریبانه آنان مردم افغانستان را فریب دهد. این صحبتهای عوام فریبانه پاکستان برعکس فکر کنه. دشمن مردم افغانستان دوست ازی است. این ملت مردم افغانستان کارت با استخوان از رسید. آل اخ میگه. وی رهبران طالب را مخاطب قرار داده گفت با دولت افغانستان یک جا شده و به اشاره ISI ملت خود را نکشند. منصور جاسوس ما بود. با ما راپر میداد. ها جنرال اینجا ای است اینجا آلی ایم شده رهبر خود کارای ISI است. معاون نخست رئیس جمهور میگوید که هدف نامن ساختن افغانستان از سوی داعش و ISI نامن ساختن آسیای میانه است. وی از کشور روسیه خواست که افغانستان را در بخش مهمات و هواپیماهای جنگی کمک کند. با خود خامشی را اختیار نکنه. اکثرا سلاح‌های ما روسیه است. اینا به مردم قوت‌های امنیتی ما کمک بکنند. معاون نخست رئیس جمهور پیشنهادهایی را به رئیس جمهور و شورای امنیت ملی دارد که اگر منظور شود مراکز داعش پاکستانی را در هر کجا که باشد مورد حمله قرار خواهند داد.
خبرها را از آریانا نیوز ادامه می دهیم. اما اکنون وقفه کوتاهی از آریانا. حکومت افغانستان انتظار دارد تا در ششمین نشست ریکا وعده‌های داده شده به افغانستان عملی شود. وزارت خارجه افغانستان می گوید این نشست قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه با حضور وزرای 30 کشور دنیا برگزار شود. انتظار افغانستان این است تا در این نشست اقتصادی با کشورهای منطقه با پیشرفت‌های تازه همکاری در بخش‌های صنایع استخراجی، ترانزیت و تجارت دست یابد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد. کابل در 12 و 13 سنبله برای دومین بار میزبان نشستی می شود که وزرای 30 کشور و 60 سازمان جهانی گرد می آیند و درباره همکاری های اقتصادی منطقوی با افغانستان گپ می زنند. افغانستان منتظر است در این نشست روی پروژه کاسای 1000، تاپی و رای لاجورد و دههای عملی از سوی کشورهای منطقه صورت گیرد. یکی از اهداف بسیار واضح از این مسائل از چطور هماهنگی در میان برنامه ها و ساختسازهای اقتصادی منطقه‌ای به میان بیاید، از مسائل تجارتی تا مسائل زیربنایی. کابل تمایل دارد این نشست راه باشد برای جستجوی دلیزهای ترانزیتی با کشورهای منطقه به ویژه چین. اما آنچه افغانستان از آن گله‌مند است این است که برخی وعده‌های داده شده در نشست‌های قبلی ریکا عملی نشده است. مشکل ما هم همین است که کنفرانس‌ها صورت می‌گیره، ابتکارات منطقه‌ای بالاش کار میشه، متاسفانه تطبیقش بسیار بطی است. قرار بود از جانب دیلی نو وزیر امور خارجه هند در این نشست شرکت کند، اما هند معاون وزیر خارجه‌اش را به این نشست می‌فرستد. دیلی نو، اسلام آباد، استانبول و دوشنبه مکان‌هایند که سال‌های قبل میزبان نشست ریکا بودند. فقط توجه کنید بچه‌ها، خبر کوتاه از داخل کشور. قاری صلاح الدین ایوبی، والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب، در مسیر راه هرات شندن بازداشت شد. ریاست امنیت ملی میگوید قاری صلاح الدین مسئولیت فرماندهی جنگ‌های اخیر در ولایت شمال غربی به خصوص فاریاب را به عهده داشت. ایوبی میخواست از مسیر بادغیس، هرات و قندهار به شهر کویته پاکستان برود. روستای قلعه شهر ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از حاکمیت طالبان بیرون شد. محمد آصف جبارخیل، فرمانده پلیس ولایت سرپل، میگوید این رویداد عصر امروز در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی صورت گرفت. گفته میشود ولسوالی کوهستانات 114 روستا دارد که در حال حاضر 24 روستایان در حاکمیت دولت و متوقی در تصرف طالبان مسلح قرار دارد. خبرهای خارجی که به همکاری رادیو آزادی تهیه شده بود، به نسبت زیاد خبرهای داخلی از نشر باز ماند. اما پس از وقفه کوتاه بیننده ی خبرهای اقتصادی باشید. در جنوب غرب کشور میگویند این سیستم در 3 ولسوالی و شهر لشکرگاه فعال شده است. مقام ها و باشندگان محل میگویند این نخستین شرکت مخابراتی است که سیستم ترجی را در هلمند و ولسوالی های آن آغاز کرد. شرکت مخابراتی افغان بیسیم به روز سه‌شنبه خدمات تیرجی را در هلمند آغاز کرد. مسئول شرکت افغان بیسیم در جنوب غرب کشور میگوید پس از کابل و قندهار، هلمند ولایت است که گواهی فعال شدن خدمات تیرجی افغان بیسیم می شود. اوس په هلمند کې د افغان بیسیم پیرودن کې کولای شي چې د 3.15 ویا جی پراخ باند د چټکو خدماتو په کارولو سره امین رامین، رئیس عمومی شرکت مخابراتی افغان بیسیم میگوید به زودی دیگر ولایت کشور نیز از خدمات 3G افغان بیسیم مستفید خواهند شد. ما به نمایندگی تمام همکاران در شرکت مخابراتی افغان بیسیم افتتاح 3G را به شهر لشکرگاه به تمام هلمندیان عزیز تبریک میگم. برای شما معلوم است که ما بعد از افتتاح 3G در کابل و بعدا به قندهار و بعد از قندهار ما افتتاح وای فای، سوپر وای فای و ایج دیوایس در کابل داشتیم و امروز 3G را به شهر هلمند افتتاح کردیم. اسوی هم رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هلمند میگوید که پس از این زمینه کنفرانس ویدیویی را میان ادارات دولتی هلمند فراهم کرده و حکومت داری را از طریق اینترنت مروج خواهد کرد. دفعان بیسیم مخابرات شرکت د مسؤولینو څخه په خاص ډول د جناب لمر صاحب او جناب حلیم صاحب څخه مننه کوم چې هلمند ولایت یې همیشه په پیرزو کتلی دی، کومک یې کړی دی. د خانشین ولسوالۍ چې یو تر هغه وخته پورې د مخابراتي خدمتونو څخه محرومه وه، په شل ورځو کې دوی تر مخابراتي کوښښ لاندې راوستل.
به گفته مقام‌های محلی شرکت مخابراتی افغان بیسیم از چندین سال به این سو در هلمند فعالیت می‌کند و شمار زیاد از باشندگان این ولایت از خدمات این شرکت مخابراتی کار می‌گیرند. اگر توجه کنید به نرخ شما را از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 64 افغانی، یک یورو 72 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 17 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 611 افغانی.